حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، چنین میلی به مهاجرت و افزایش 141% مهاجران در یک سال برای کشوری که درگیر یک جنگ نیست به معنای واقعی جنگ عجیبه. عجیب هست، ولی در جاهای دیگه هم وجود داشته به دلایل اقتصادی اجتماعی. مثلا شما انبوه کارگران بنگلادشی، پاکستانی و هندی رو در همین کشورهای خلیج فارس میبینید، کارگران مصری رو، نیروی کار ترکیه رو در آلمان میبینید، بسیاری از لاتین تبارها رو در همین آمریکای به اصطلاح ما، و در بسیاری جاها این روال مهاجرت نیروی کار رو میبینیم، خصوصا با تسهیل به اصطلاح رفت آمد نیروی کار در سطح جهانی به خاطر پدیده جهانی شدن. اما مسئله تفاوت‌هایی است که در این زمینه وجود داره، چون اون گروه‌هایی که من گفتم اغلب ارتباط اقتصادیشون رو با جامعه مبدأ حفظ می‌کنن، یعنی سرمایه مالیشون برمیگرده خیلی اوقات به کشور مبدأ، و دومی که در مورد دانشجویان مثلا میل به بازگشت و نرخ بازگشتشون زیاده، مثلا در مورد ژاپنی‌ها، کره‌ها، چینی‌ها، عربستانی‌ها، اینا بازگشتشون به کشور خیلی بیشتره. بنابراین در عین حال که ممکنه ما این حجم مهاجرت رو در جاهای دیگه هم ببینیم، اما این تفاوت‌ها خیلی بارزه، اونها بیشتر به دلایل اقتصادی اجتماعی، اینجا بیشتر به پایه سیاسی و بعد دلایل اقتصادی اجتماعی، و با تفاوت‌هایی در مورد بازگشت و ارتباط اقتصادی با مبدأ. آقای قاضیان، اما اگر به مقصد هم بپردازیم، می‌دونیم که مقصد سنتی ایرانیان مهاجر غرب بوده، آمریکا، کانادا، اروپا، اما این تمایلی که داره بیشتر رشد می‌کنه درشون برای مهاجرت به کشورهای ثروتمند منطقه مثل امارات متحده عربی، حتی عمان، این رو چطور میشه تفسیر کرد؟ این در واقع نشون دهنده تغییر توازن اقتصادی اجتماعی است بین کشورهای منطقه و کشور ما. و شما میدونید در پیش از انقلاب که ایران رو به رشد و توسعه بود در مقایسه با این کشورها و کشورهای دیگر، ما خب پزشکان مثلا پاکستانی و هندی در اینجا داشتیم، مستخدمین فیلیپینی در ایران داشتیم، ولی وقتی بر میگرده اوضاع میبینید که کارگران ایرانی برای کار به ژاپن میرن و امروز به همین کشورها. دلایل زیادی میتونه باشه، یکی از دلایلش سختگیری‌های بیشتر مهاجرتی است که کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال حاضر دارن، بنابراین رفتن به اونجا سخت‌تر شده. این کشورها همجواری جغرافیایی دارن، رفت آمد درشون بیشتر، فرصت‌های بیشتری برای نیروهای کمتر ماهر و کمتر متخصص وجود داره، و خب یک نوع بافت مشابهی وجود داره با جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه نوعی آزادی‌های اجتماعی در عین فقدان آزادی‌های سیاسی در این کشورها هست که در کشور ما یافت نمیشه. شاید همه این عوامل بتونه توضیح بده که چرا این کشورها امروزه جاهای جالب و جذابی هستن برای جذب مهاجرین ایرانی. آقای قاضیان، اگر خیلی کوتاه بخوایم به این بپردازیم که چنین مهاجرت گسترده‌ای چه عواقبی میتونه برای ایران داشته باشه وقتی نیروی متخصص به ویژه به این شکل کوچ میکنه؟ خود شما الان اشاره کردید، در آینده ما با کمبود کادر درمانی و کادر مراقبتی، من جمله پرستاران رو به رو خواهیم شد، و از جمله اینکه سرمایه مالی که صرف تربیت نیروی انسانی شده به این ترتیب هدر میره و کشور ازشون بی بهره خواهد. سپاسگزارم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما.